بچه ها، خوش اومدیم به یه ولاگ دیگه با من. امروز دوباره یه روز خیلی شلوغه. من نمیدونم چرا کلن روزای شلوغ انتخاب کنم برای ولاگ گرفتن. عرضم به خدمتتون که کلی بیرون کار داریم. امروز تولد بهترین دوستم هست، در نتیجه باید بریم برش کادو بخریم، بریم خونش، البته شب میریم. ولی قبلش باید 2 ساعت درس بخونیم و وقتی از بیرون من برگشتم قطعا باید درس بخونم. از درسم بچه ها منظورم اینه که زبان ترکی بخونم، چون یکی از بچه ها نوشت که تو که دیگه درسی نباید بخونی اگه امتحان یوس نمیدی، چرا میگی درس بخونم؟ درسته، از درس منظورم همون زبان ترکیه، چون احتمالا که یه دانشگاه خصوصی بخوام برم توی ترکیه و با زبان ترکی بلد باشم. امروز هم کلاس ترکی دارم و یه پرسش خیلی خیلی سخت خواهیم داشت. به خاطر همین از دیشب دارم واسه این پرسش میخونم و فکر کنم یه 2-3 ساعت دیگه هم هنوز باید بخونم تا کامل مسلط بشم بهش. پس بریم یکم درس بخونیم. اول بریم خریدار رو انجام بدیم. بچه من از اونجایی که دوست زیاد دارم، هر ماه تولد یکی از دوستامه، حتی شاید بعضی ماها مثل فروردین تولد 2-3 تا از دوستان باشه. ولی میخوام بگم الان توی یه سنی هستیم، یعنی من هستم، که نه تنها هر ماه تولد یکی از دوستامه، بلکه عروسی یکی از دوستان هست. یعنی توی 5 ماه باقی مونده من 4 تا عروسی از دوستام دعوتم، در نتیجه به لباس مجلسی نیاز داریم. حقیقتا لباس مجلسی دیدم توی اینستا و یکیشو خیلی پسندیدم، دقیقا همون چیزیه که من میخواستم، ولی هم یه مقدار قیمتش زیاده و همین که خب ریسک دیگه تو آنلاین سفارش بدی. نتیجه میخوام برم و ببینم که اولا قیمتها چطوره و بعد اینکه اگه چیزی خوشم اومد که همینجوری حضوری بگیرم بهتره. دیگه همین، فکر کنم 2-3 ساعت این خرید طول بکشه و بعد دوباره برگردیم خونه درس بخونیم که کلاس دارم. خب بچه ها، من یه ساعت درس خوندم، یه نیم ساعت هم خوابیدم چون خیلی خوابم می اومد و حس میکنم یه کوچولو هنوز مسلط نیستم و الان یه پرسش طولانی داریم. شما رو میخوام بذارم اتفاقا قسمت پرسش رو ببینید، ولی لطفا قضاوت نکنید. من کلن 1.5 ماه دارم ترکی رو یاد میگیرم، از 0-0 شروع کردم. دیگه همین 5 دقیقه دیگه کلاسم شروع میشه، برم لپتاپ و اینام رو روشن کنم، شمارم بذارم که ببینید. مرحبالار. مرحبا. مرحبالار هسته هنم. مرحبا یک یانلش. مرحبالار. سن مطلو mutlu musun? Mutlu, evet. Mutluyum. Ah, mutluyum. Annen evde mi? Hayır, annem evde değilsin. Değil. Baban evde mi? Hayır, babam evde değil. Annen nerede? Ders çalışıyorum. Evden? Kutup. Derhune evde.
Ben her gün 5 saat evde ders çalışıyorum. Ben her gün 5 saat kütüphanede ders çalışıyorum. سلام از فردا. بچه ها بعد از کلاسی که دیدین انقدر خسته شدم و انقدر این پرسش رست منو کشید که دیگه ویدیو نگرفتم ما بقیه شب، ولی خب شب ادامه داشت، یعنی رفتم کافه با یه سری از دوستام، باز بعدش رفتم بهترین دوستام سورپرایز کردیم و تولدش بیشتر از چیزی که فکر میکردیم طول کشید. فقط قرار بود که بریم دم خونه سورپرایزش کنیم، ولی دیگه یه هایی با هم دیگه رفتیم بیرون و اینا، خلاصه طول کشید. امروز هم دوباره پلن همونه، ترکی ترکی ترکی، خوندن زبان ترکی. فعلا زندگی من خوندن زبان ترکیه، البته فقط تا 19 چون بعدش کارآموزیامون شروع میشه و کارآموزیام اضافه میشه و یه چیز دیگه هم قراره به زندگیم اضافه شه که حالا همون 19 اینا بهتون میگم که چیه. ولی فعلا یه صبحونه بخورم و برم ترکی بخورم، چون دوباره فردا کلاس دارم و بیشتر از دیروز قراره که از من درس بپرسه و داریم به جاهایی میرسیم که دیگه سخت شده، زیاده و باید زیاد درس بخونم و از 19 هم کارآموزی دارم، هم یه سری چیزای دیگه قرار اضافه شه و نمیدونم که اصلا کی قرار من برسم ترکی بخونم. دیگه همین. خب اینجا من دارم برنامه روزمو می‌نویسم. من همیشه شب قبلش برنامه فردامو می‌نویسم که بدونم چه ساعتی باید بلند شم و انگیزه کافی واسه بلند شدن برای فردا داشته باشم. اما چون شب قبلش خیلی خستم بود نتونستم برنامه‌مو بنویسم، به خاطر همین همون صبح دارم برنامه روزمو می‌نویسم. البته قبلش کاری که دیروز کردم و تیک می‌زنم و به خودم نمره میدم. اینجا هم خیلی یهویی مجبور شدم ماشینمو بفروشم. واقعا ناراحتم، خیلی خیلی زیاد. الان مدارکو از توی ماشین آوردم بالا که دیگه قولنامش کنیم و بره. دو سه تا دلیل داره که انقدر یهو ناراحت شدم. اصلا صبح ناراحت نبودم، کلا این روز اصلا ناراحت نیستم و خب این ناراحتی هم الان طبیعیه، ولی خب یه دلیلی که خیلی ناراحت شدم این بود که خیلی یهویی بود. ما اصلا قرار نبود ماشین رو بفروشیم انقدر زود، یعنی تصمیم گرفته بودیم که همون شهریور بفروشیم، ولی یه نفر بهمون گفت که با یه قیمت خیلی خوب میخره و همه پول رو یه جا میده و دقیقا 5 دقیقه بعدم پول رو واریز کرد. به خاطر همین خیلی یهویی اصلا ماشین رو فروختیم و اصلا قصدش رو نداشتیم که اصلا انقدر زود باشه. بخاطر همین اولا خیلی شوکه شدم از این ماجرا، دوم این که واقعا حس رفتن دیگه به هم میده، یعنی ماشینمو که دادیم رفت این حس رو به هم داد که دیگه واقعا دارم میرم برای همیشه و به هر حال ناراحت کننده است. واسه اونم ناراحت شدم و دلیل آخر خب مسلماً ماشینمو خیلی دوست داشتم. حالا اگه ماشین دارین حتما میدونین که ماشین یکی از اون چیزهای مادی هست که شما خیلی بهش وابسته میشین، چون همیشه با هاتونه و خیلی کارتون رو راه میدازه. یعنی من اصلا به گوشیم وابسته نیستم، در واقع اصلا این گوشیم دوست ندارم، خیلی نمیدونم به خونه این حس رو کمتر دارم خونم
یکم حس تعلق به آدم میده، ولی ماشین خیلی زیاد مثل بچته و وقتی میخوره به جای یکی بهش میزنه یه حس خیلی خیلی بدی میگیری و واقعا انگاری که مثلا بچته داری میدی و میره. همین دیگه، ولی زندگی همینه و الان هم باید بشینم درسمو بخونم چون خیلی درس دارم، ولی به هر حال اتفاق ناراحت کننده ای بود دیگه. من دارم الانو میرم کوه، افطار در طبیعت، یه ساعت و نیم دو ساعتم زبان ترکی خوندم دیگه، میتونم برم کوه. تقریبا همه کارام کردم، یعنی اون کارهایی که نوشته بودم تا آخر هفته بهش برسم و میرسم تا آخر هفته، در نتیجه میتونم کوه برم. و دیگه اینکه واقعا از لباسای کوه هم خسته شدم و هر دفعه میرم بخرم باز نیستم. ولی این بین یه خبر خوبم به هم رسید. چه روزیه، خبر خوب خبر بد همه چی تو هم شده. خبر خوب اینکه از دانشگاه پیام اومد که جزو استعدادهای درخشان شدم. قطعا به دردم نمیخوره دیگه، چون که من اصلا نمیخوام ارشد بخونم. اگه حتی 6 ماه 7 ماه قبل من اینو میفهمیدم خیلی خوشحال میشدم، ذوق مرگ میشدم، چون میخواستم ارشد بدم. ولی الان دیگه نه، الان به دردم نمیخوره، ولی بازم خوشحالم به خاطر اینکه یه موفقیت محسوب میشه، بهم این انگیزه رو داد که هر جا باشم میتونم، حتی تو رشته‌ای که دوست نداشتم هم تونستم، چه برسه تو رشته‌ای که دوست دارم. همین، بریم کوه. از این لحظه هم ماشین ندارم و قرار بود با اسنپ برم کوه، ولی بابا اومد و میتونه من رو برسونه تا اونجا. خیلی قشنگه. نه 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 نه